God is nowhere. سلام. سلام سلام، صدای من هست؟ بله صدای هست. آرمین جان خوبیست؟ خسته نباشین. خوشحالم که دوباره با شما صحبت میکنم. من خیلی موافقم با بابک عزیز و خدمتتون عرض کنم که این بحث اخلاق واقعا یه بحث بسیار مهمیه که من آخرین بارم با شما صحبت میکردم راجع به همین صحبت میکردیم که بحث اونم اگه یاد باشه راجع به این بودش که من گفتم انسان از طبیعت جدا نیست، شما میگفتی آره انسان از طبیعت جدا نیست و اون چیزی که تو طبیعت یعنی اخلاق وجود نداره. البته الان خیلی شاید بگن آره من مروج بی اخلاقی هستم یا مثلا میخوام بگم که اخلاق نباید باشه یا باشه یا اینا. من کلا این چون یه موضعی هستش که خیلی مثلا برخورد سخت میشه، من حالا تو کشورهای مختلفم دیدم که مثلا وقتی که شما میگی مثلا خدا وجود نداره همه فوری مثلا گارد میگیرن که آقا خب از شما به چی اعتقاد داریم، پس چرا مثلا به هم دیگه تجاوز نمیکنی؟ اگه زندگی همین 80 ساله، همین 70 ساله، 60 ساله، 50 ساله و شما منفعت طلب هستی، فایده گرا هستی، چرا به فکر مثلا سود نیستی؟ حالا بعضی ها میگن اصلا سود جمعی، شما مثلا مرزی داری برای خودت، خانواده‌ای داری، کشوری داری، به فکر سود مثلا خودت باش، چه اهمیتی داره که مثلا به فکر بنگلادش باشی یا به فکر اون فلان باشی. حالا وارد حاشیه نشیم، ولی من میخوام بگم که این بحث اخلاق یکاش چند تا برنامه مفصل راجع به این قضیه اخلاق، چون از اصلا شروع این برنامه هم شما همین راجع به همین مسائل یعنی به این منتج میشد که تهش این که ما بگیم آقا اصلا اخلاق یا مثلا رفتار ما برای اینه که شما الان همش اینو میگین که کیفیت زندگیمون بهتر بشه و تمام چیزهایی که ما بهش میگیم مثلا اخلاقی در جهت اینه که مثلا ما کیفیت زندگیمون بهتر بشه. که توی طبیعت من میگم بازم اینو من دیدم که تمام این تلاش ها برای کیفیت بیشتر آخرش منتج میشه که کمیت بیشتر باشه. یعنی مثلا توی یه سری تجربه هایی که مثلا انسان هایی که خودکشی میخواستن بکنن، خودشون میخواستن بسوزونن، یا مثلا اون لحظه ای که داشتن مثلا جون میدادن، لحظات آخر مرگ، تلاش میکردن که نمیرن. یعنی کسی که خودش به قول شما خودآگاهانه دست به خودکشی زده، اون لحظه‌ای که داشته آتیش می‌گرفته یا درد می‌کشه یا می‌خواسته بمیره تلاش می‌کرده که نمیره. یعنی توی طبیعت همیشه کمیت اونجوری که تا حالا ابزرویشن شده یا مشاهده شده دیدن که هدف حیات اینه که بقای بیشتری داشته باشه، یعنی همش تلاش می‌کنه که بقای بیشتری بشه و کیفیت خوب منتج به بقای بیشتر میشه. مثلا وقتی شما لذت می‌بری از زندگی، حالا لحاظ علمی هم اگه بیولوژی هم بخواد بررسی بشه، حالا هورمون‌های خوب ترشح میشه یا بالاخره سلول‌ها احساس جوانی بیشتری می‌کنن. اینه که من اون حالا سوال من اینه، هی شما میگفتی که ما نباید ببینیم کی میخواد اخلاق رو تعیین کنه، اخلاق چیه، و شما حالا یه طوری چیز میکردی که مثلا من از این قضیه انگار مثلا کلن یعنی نمیدونم این قضیه چیه. البته من خیلی هیچی رو نمیدونم کلن شوتم، ولی خب راجع به این قضیه خیلی فکر کردم که بله خب اون کسایی که مثلا میخوان بگن که ویجیتریان بودن یعنی گیاهخوار بودن خوبه، یه اخلاقی در مقایسه مثلا با اونایی که مثلا گوشت، مثلا خود همین آقای وریا امیری خیلی برای من جالب بود که ویجیتریانه و این یه چیز خیلی عجیب بود برای من، چجوری یک نفری که این همه دانش فیزیک داره یا مثلا این همه مطالعات پژوهش‌های دینی انجام داره بعد مثلا فکر میکنه که مثلا گیاهخواری با گوشتخواری فرق میکنه. من چجوری مثلا تفاوت بین گیاه و یا مثلا سایر موجودات زنده رو من حالا نتونستم متوجه، چون اونا هم همین اتما رو دارن، اونا هم یعنی ادامه حیاتشون دوست داره، یه گیاه دوست نداره که حیات نداره، چون وقتی داره رشد میکنه، آقا چرا چشاتون اینجوری میکنه آرمین جان؟ وقتی یه گیاه میخواد رشد کنه، ما میگیم گیاه یه چیزی رو دوست نداره. آخه شما این حرفتون خیلی اشتباهه. من بذارید من وقت به منم بدیم من جواب بدم. یه دونه فقط اینو بگم و اینو سوالم اینه، گیاه وقتی داره رشد میکنه یعنی تمایل به حیات داره دیگه، یعنی اینجوری نیست؟ نه، تمایل برای یک گیاه مغز نداره که تمایل به چیزی داشته باشه. بازم ببین قوانین داریم جدا سازی میکنیم، یعنی در حقیقت خب بذار من الان من کلی انسان... گذاشتم ببین تو کجا داری بفرمایید جدا سازی. ما اصلا تمایل درباره میله، میل درباره خودتو میچ میکنی من صحبت کنم چون اکو داره. بله الان اولا شما طبیعت رو کردین معیار
اخلاق. خب طبیعت رو ما نمیتونیم بکنیم معیار اخلاق. خب برای اینکه ما درسته که ما بر اساس طبیعت هستیم، ولی ما امیال ما، زندگی ما، چیزی که جامعه رو بهتر میکنه بر اساس فرق داره با قوانینی که تو طبیعت باعث تکامل ما شده. خب یا اینکه ما نمیتونیم بیایم ببینیم طبیعت چجوریه بر قوانین جامعه و قوانین اخلاق و بخوایم یه کپی بکنیم از چیزی که تو طبیعت اتفاق میفته. خب شما مثلا میگین گیاه تمایل داره به زندگی. ببینید یه چیزی که یه نروس سیستم نداشته باشه، نروس سیستم به فارسی چی میشه؟ یک سیستم، من خودم ترجمهش بکنم، نروس سیستم عصبی دیگه، یه سیستم عصبی. چیزی که سیستم عصبی نداره نمیتونه ببینید میل، درد، انگیزه، همه این چیزا. تازه سیستم عصبی هم کافی نیست، ما سیستم عصبی باید یه سیستم عصبی مرکزی لازم داریم. خب یه سیستم مرکزی لازم داریم به عنوان یه پروسسور، تازه اونم کافی نیست، باید خودآگاهی، اون بحثش خیلی طولانی میشه. ببینید شما اگه میگید گیاه، ما میتونیم ببینیم که گیاه یک جوری رفتار میکنه که انگار، نه که به طور واقعی، انگار به تمایل زندگی داره. خب این انگار بودنش با واقعیتش خب خیلی فرق داره. خب شما تو طبیعت اگه نگاه بکنین، هر چیزی میخواد بره پایین. خب جاذبه زمین میخواد همه چی بیفته. شما میخواین قوانین جامعه رو بکنین بر اساس اینکه تو طبیعت چه اتفاقی میفته، خب پس همه رو برین هول بدین، بگین هیچ چیزی نباید بالا باشه، همه چی باید بره پایین، چون طبیعت میگه همه چی باید بیفته پایین. یه میل وجود داره به اینکه همه چی بخوره بره پایین و پایین‌تر. پس هر کسی وایس بریم همه رو از رو پشت یه نفر وایس داره همه رو هول بدیم. ببینید کسایی که مثلا میخوان از تکامل استفاده بکنن، از قوانین زیست مثلا تکامل استفاده بکنن برای پیدا کردن اخلاق، اینکه چی اخلاقی هست تو جامعه انسانی. خب ما اگه اینجوری بخوایم رفتار بکنیم، خب میگه که از لحاظ تکاملی که به نظر میرسه تمایل، به نظر میرسه به خاطر اینکه تمایل وجود نداره توی تکامل، به نظر میرسه تو تکامل زیستی اونی موفق تره که دی ان ا ژنش بیشتر از همه داره پخش میشه. خب ما بر اساس اینکه تو طبیعت چه اتفاقی میفته و چه چیزی تو طبیعت موفقیت حساب میشه، پس بهتره که ما بیان بگیم تجاوز خوبه، برای اینکه تجاوز باعث میشه که ما دی ان امون بیشتر پخش بشه، یعنی ژنمون بیشتر پخش بشه. این چه ربطی داره؟ چیزی که داره تو طبیعت اتفاق میفته معنیش نیست که این قوانین بهترین راه پیدا کردن اصول و ارزش توی جامعه و تو اخلاق. ببینید چیزی که تو طبیعت اتفاق میفته، این جدا کردن این خیلی مهمه، برای اینکه به این میگن appeal to nature. خب این مغلطه است. خب بهش میگن توسل به طبیعت، این مغلطه است. خب یعنی ما خیلی از کسایی که دیندارم هستن وقتی میان بی خدایان رو نگاه میکنن، مثلا میان میبینن که بی خدایان دلایل طبیعی میدن که ما چرا به اینجا. ببین این تفکری که شما دارین استفاده میکنین یه تفکر دینیه. خب برای اینکه دیندارا تفکرشون چیه؟ خدا ما رو به وجود آورده و اون چیزی که دلیل وجود ماست همون منبع اخلاق ماست. خب دلیل چیزی که دلیل به وجود اومدن ما هست که خدا هست، منبع اخلاق ما هم همونه. خب اون طرز تفکر رو میام میذارم توی مثلا بی خدایان نگاه میکنم، میگم ها ما ببینیم شما دلیلتون برای به وجود اومدن که وجود دارین چیه. بعد میان دلیل ما رو برای به وجود اومدن که وجود داریم رو نگاه میکنیم، میگم پس همون چیزی که ما فکر کردیم، همون چیزی که تو طرز تفکر ما دلیل وجود ما با منبع اخلاق ما یکیه، پس شما هم طرز تفکرتون باید به این نتیجه برسه که دلیل وجود داشتنتون همون منبع اخلاقتونه. برای کی گفته بعد اینجوری بشه؟ ما دلیل وجود داشتنمون با منبع اخلاقمون کاملا فرق داره. آرمین جان ببینید، الان حالا به نظر من نمیتونم بگم حرف شما مغلطه بود، ولی میتونم بگم که مثال مالفارق بود. شما مثال زدی که جاذبه مثلا اینجوریه که ما هرچی داره میفته به سمت مثلا کرات یا زمین، پس ما هم باید همدیگه هم نستن. من اصلا میگم مروج تجاوز یا بی اخلاقی نیستم، خیلی به این چیزا فکر شاد به تو میگم. من ادعا نکردم شما، نه من ادعا نکردم شما یه همچی حرف رو زدید. منظورم اینه که اگه میخوایم قوانین طبیعت رو الگو بکنیم برای اینکه چی اخلاقیه، ما خیلی نتیجه های... من نگفتم شما این نتیجه گیری رو کردید. من منظورم این بود که ما بی همچین نتیجه گیری هایی رو هم میشه توجیه کرد، اگه که
قوانین طبیعت الگوی قوانین اخلاقی ما باشه. منظورم این بود. البته من منظورم نیستش که ما بیایم الگو برداری کنیم یا آیدل بوت سازی کنیم بگیم حالا چون اینجوری شده حتما این کار بکنیم یا اون کار نکنیم. نه، من فقط دارم شرح واقع رو میگم که توی طبیعت شما فکر میکنم خودتون هم اینجوری فکر میکنید که اخلاق وجود نداره و بقا وجود داره، یعنی هم یعنی تمام عناصر یا حالا موجودات به فکر کمیت هم به فکر بقای بیشترن و حالا تو جامعه اینجوری نیست. نه. نه 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 حالا یه سوال بپرسم ببین ببین این فهم ژن خودخواه هم اصلا برای همین وجود اومده. خب برای اینکه ببین این برداشت اشتباه هست از طبیعت. خب یک اتفاقاتی تو طبیعت میفته. ببخشید یه کوچیک من میگم اصلا خورشید که ژن نداره، که خورشید میخواد کهکشان یا یه مجموعه گنده تر. من دارم کل هر چیزی که وجود داره رو دارم میگم، یعنی به فکر بقای بیشتر، اصلا بحث ژن نیست. من میخوام یه ذره کلی تر نگاه کنیم. الان مثلا همون گیاه خب خورشید به فکر بقا نیست. شما داریم این خورشید به فکر بقاست، هیچ چیز خوشی به فکر هیچ چیزی نیست. نمیگم منظورم نیست که عقل داره فکر میکنه. ببین الان کپک مثلا خب نه به قول این دوستمون نه عقل، نه چشم داره، نه گوش داره، نه چیز داره، ولی تغذیه میکنه دیگه، یعنی میل داره که حیات بیشتری داشته باشه. من میل شما نمیدونم چه واژه‌ای بیارید، شما یه واژه بیارید. یعنی کپک نمیخواد بقا داشته باشه یا مثلا نه کپک هیچی نمیخواد. هیچ ببینید چرا چرا حرکت تلاش میکنه، مثلا چرا میره دنبال غذا. ببین این طرز تفکر خب به خاطر این به وجود میاد خب که ما داریم سعی میکنیم طبیعت و دنیای طبیعت رو توجیه بکنیم به بر اساس اون چیزی اونجوری که ما به عنوان یک انسان دنیا رو میبینیم. خب human centric میشه انسان مرکزی. خب این روش فکر شما انسان مرکزیه. خب شما میای نگاه من به شدت ضد انسان مرکزی هستم، به شدت. حالا خب. نمیدونم شاید خب. بد به شدت انسان مرکزی. آره ولی میدونم شما فکر میکنین به شدت ضد انسان مرکزی هستین، ولی روش فکرتون انسان مرکزیه. بذار بگم که چرا. خب برای اینکه ببینید ما به عنوان یک انسان، من اگه اینو برمیدارم برای این بود که میخواستم اینو بردارم. خب من اگه با شما دارم صحبت میکنم به خاطر اینکه میل دارم با شما صحبت بکنم. اگه گرسنم تشنم بشه برم آب بخورم، تشنمه، میل دارم که برم آب بخورم، برای همین میرم آب میخورم. خب ما با این پرده جلوی چشممون هست که داره به نظر میرسه که اتفاقهایی که میفته یک میلی پشتش وجود داره. خب با این تفکر انسان مرکزی میایم فکر میکنیم که خب پس یعنی نگاه اتفاقاتی که تو طبیعت میفته رو میگیم که پس یک چیزی شبیه میل باید پشت اینا باشه که این اتفاق داره میفته. و این طرز تفکر وقتی قوی تر میشه، وقتی که چیزهایی که تو طبیعت اتفاق میفته پیچیده میشه. خب مثلا اگه یه سنگ به یه سنگ دیگه بخوره، اون سنگ بیفته پایین، میگیم خب حالا میل من خیلی اینجا ندیدم. حالا بعضی میگن نه اینجا هم من میل دیدم. خب برای اینکه خیلی ساده بود. ولی وقتی که یه اتفاقی تو طبیعت میفته دیگه خیلی پیچیده است، یعنی که توجیه بکنیم که چرا اینجوری شد یه مقدار سخت میشه، اون موقع خیلی راحت تر این طرز فکر انسان مرکزی ما اونجا میاد خودش قاچاقی میاره و میذاره تو. خب مثلا همین حالا شما گفتین برای جاهای دیگه مثلا خارج از محیط زیست هم اینو میبینید، ولی توی زیست مثلا بهترین مثالشه. خب ببینید ما یک کپک میل به هیچی نداره، خب برای اینکه اصلا نمیتونه میل داشته باشه، ولی ما چون میبینیم داره یک اتفاقاتی میفته و میبینیم که این زنده است، برای همین اون طرز تفکر انسان مرکزی خودمون رو میذاریم اونجا، میگیم اینجا یه میل وجود داره. خب در صورتی که ببینید تکامل خودش خیلی به نظر میرسه که یک هدف، یه چیز هدفگراست. خب برای اینکه میبینیم از اینجا مثلا حیوانا این بودن، بعد این تو طبیعت این اتفاق افتاد، حیوانا عوض شدن، به نظر میرسه که همه چی داره به یه طرف به یه هدفی حرکت میکنه. خب در صورتی که بازم این انسان مرکزی ماست که هم چیز رو اینو میبینیم. خب ولی چون خیلی ببین حتی دانشمندا هم چون یه چیز خیلی شبیه این میشه که یک اتفاقاتی تو طبیعت هدفگراهه، از یه واژه‌های استفاده میکنن که به نظر میرسه که آره این از عمد بوده، در صورتی که از عمد هم نه، هیچ کسی اینو طراحی نکرده، هیچ میلی هم پشتش نبوده. خب حتی خود مثلا ریچارد داکینز وقتی مثلا میاد میگه که سلفش جینز، ما که میدونیم که ژن که نمیتونه خودخواه باشه، ژن که مثلا فکر نمیتونه بکنه که اصلا بخواد خودخواه باشه، ولی روش جوری که تو طبیعت اتفاق میفته
ما به عنوان یک انسان تفکر انسانیمون میل توی مثلا رفتار ژن میبینیم، میگیم که این به نظر مثل ژن ها خودخواه. بخوای اگه اینجوری هم بخواید فکر بکنی که مثلا یک میلی وجود داره مثلا توی ژن ها که مثلا بیشتر بشه، حتی اگر بگی که خب ببین من دارم میل اونجی آرمی، تو این چیزی که میگی میل، اون که میگی باید سیستم عصبی داشته باشیم که میل داشته باشیم، اون میلی که من میگم فرق داره، همون میل، همون روش صحبتیه که مثلا داکینز میاد درباره ژن میگه، ژن که خودخواه نمیتونه باشه ولی میگه این خودخواهه. خب من منظورم از میل اینه، میگم خب باشه اگه منظورت از میل اونه، این میل توی این هدف، این انگیزه، این میلی که تو طبیعت وجود داره از اون میلی که تو سیستم عصبی ما وجود داره هدفش فرق داره. خب شما نمیتونیم بیان بگین که چون تو طبیعت به نظر میرسه به طوری که نه به طور واقعی ولی چجوری که به نظر میرسه هدف طبیعت حرکت به این طرفه، پس ما هم از لحاظ اخلاقی باید مثلا از لحاظ میلی در همون جهتیم. اتفاقا دلیل این که بهش میگن ژن خودخواه، دلیلش اینه که میل اون، حالا میل نداره ولی حالا بگیم میلم داره، با میل ما فرق داره. خب یعنی شما میگین که به نظر میسه طبیعت داره به این طرف میره، خب ما به اون طرف نمیخوایم بریم، ما یه هدف دیگه داریم. ببین مثلا وقتی طبیعت اگه میل داشته باشه که ما غذا بخوریم که بتونه ژنا تعدادشون بیشتر بشه، ما غذا میخوایم بخوریم نه برای اینکه میخوایم ژنمون بیشتر بشه، ما میخوایم غذا بخوریم برای اینکه گرسنه مونه. خب ببین من وقتی مثلا یه ژن میبینم، شاید هم توهم ماست. نه ببین این ژن ما همه دقیقه نمیاد. ببین من وقتی مثلا یک ژن رو میبینم خوشگله، خب نمیام بگم که ها این لبش سرخه، لب سرخ معنیش اینه که جریان خونش قویه، جریان خونش معنیش اینه که میتونه بهتر بچه دار بشه، من از این زن خوشم میاد برای اینکه تو لب قرمز و لب قرمزش میبینم که جریان خونش قوی هست برای بچه دار شده. من همچین فکر نمی کنم. اون ژنمونه که مثلا داره یه همچین فکر میکنه. اون ژنمون میگه که مثلا یک همچین، ببین مثلا زن که آرایش میکنه برای چی مثلا قرمز میکنه؟ خب با خاطر اینکه ژن ما به ما یک جور، مغز ما رو یه جوری طراحی کرده که این نشون دهنده یک جریان خون قوی هست و برای همین میتونه بچه بیشتر بیاره. خب ولی به من یک همچین چیزی نمیرسه، به مغز من یه همچین چیزی، من هیچ وقت همچین فکر نمیکنم. ببین مثلا یک مرد وقتی یک زنی که مثلا یک فیگری داره که مثلا میتونه بچه دار بشه، هیچ وقت نمیاد بگه آه نگاه کن این چقدر میتونه برای من بچه بیاره، اوف 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 من برای همین برم دنبال این، اصلا همچین فکر نمیکنیم. ما فقط یه چیزی رو میبینیم، تمایل داریم. خب یعنی اون دلیلی که ما کارامون میکنیم برای مثلا ارضای امیال جنسیمونه، نه به خاطر اضافه کردن مقدار ژنامون. اصلا اینجوری، یعنی شما واقعا فکر میکنین که مثلا یه دختر خوشگلی که میبینه میخواد بره دنبالش به خاطر اینکه میگه من بعد همه بچه دارشم، یعنی برای این داره خود لذت میبره؟ ببین حالا تازه این برای یک انسان خودآگاهه، برای حیوانات دیگه رو مثلا شما تصور بکنین، مثلا یک سنجاب، خب وقتی که میره گردو قایم میکنه، این سنجاب اصلا نمیدونه زمستون چیه. خب که اصلا فکر میکنیم مثلا یک سنجاب میاد میگه که من باید اینو اینجا قایم بکنم برای اینکه وقتی زمستون بشه دیگه گردو نیست، حرارت رو تشخیص میده. نه ببین سنجاب اصلا نمیدونه که قراره بمیره، سنجاب اصلا قبل از اینکه بچه دار بشه اصلا نمیدونه قرار بچه دار بشه. خب سنجاب وقتی مثلا یه گردو رو داره قایم میکنه، داره گردو رو قایم میکنه برای اینکه حال میکنه گردو، یه چیزی تو مغزش میگه این حال میده که من گردو قایم کنم، نه به خاطر اینکه من بعداً غذا لازم دارم، خب نه اینکه برای اینکه من باید ژنمو به نسل بعد برسونم. به نظر میگه من نمیدونه چرا، میگه من دوست خیلی یه چیزی تو مغزش میگه که این باید من اینو قایم کنم. بگو میل، نسرس، بگو میل. من نمیترسم، میل داره. ببین ولی اون میلش، ببین من مشکل ندارم میگم میل، من همه اینا رو میگم میل، ولی اون میل با میل دلیلش، اون میل سنجاب با میلی که به نظر میرسه مثلا زیست و تکامل هست فرق داره. و برای همین هم ببین، چون این چیزی که ببین ما یه میل واقعی داریم، یک میل متافوریکلی داریم. خب متافوریک چی میشه؟ متافوریک میشه چیز، یعنی انتزاعی، یه جوری که مثلا با واقعیت. آره. خب میل ما واقعیه برای اینکه ما سیستم عصبی داریم. البته خودت میل... بارها گفتی شاید هم توهم خودت، من از زبون خودت شنیدم اینو که میگی نه اختیار توهم. بذار من این تموم کنم. ببین این ببین من میخوام بگم میل، جفتشو میگیم میل. خب من میگم میل ژن ما با میل ما فرق داره،
چون میل ژن ما با میل شخص ما فرق داره، چون این دوتا با هم فرق دارن، اصول اخلاقی ما نباید بر اساس این چیزی باشه که به میل ما، به ژن ما سود میرسونه. ما میخوایم به انسان سود برسونیم، نه به ژنمون. بگو. حالا آرمین جان، من اولش هم گفتم ببین، من با اصلا هدف آخرم این نیستش که ما مثلا بیایم بگیم که چون طبیعت بی اخلاقه پس ما هم بیایم بی اخلاق باشیم. نه، خب اینو من دارم میبینم که ما تو زندگی اجتماعی وقتی یک سری قراردادهایی داریم، اگر اون قراردادها به قول شما، حرف امروز شما، سود بیشتری برای جمع داشته باشه، خب ما چرا اون کارو نکنیم؟ خب میایم مثلا اون کارو میکنیم. اصلا بحث من بحث این نیستش که حال بگیم خب حالا چون تو طبیعت اخلاق نیست پس هر کی به هر کی، هر کی هر کاری دوست داره بکنه و اینا. خب دیگه الان زندگی اجتماعی حالا به صور مختلف تو جاهای کره زمین شکل گرفته و اون چیزی هم که خیلی بولده و همه ازش فراری هستن همین چیزی که شما گفتی، تجاوز. یعنی وقتی که شما یعنی توی فیلم بادبادک بازم خب یه فیلم خیلی جالبی بود که گفت تنها حالا اونجا دینی صحبت میگرد، میگفت گناه، ولی غیر دینیش میشه خطا. میگفت تنها خطا فقط دزدیه. وقتی شما به نفر چاقو میزنی داری سلامتیشو ازش میدزدی، وقتی شما به نفر دروغ میگی داری حق راست شنیدن ازش میدزدی و اینا. وقتی که خب یعنی دزدی، یعنی شما یه حق، یه چیزی، مالی، وسیله، فکری، هر چیزی که طرف مقابل شما راضی نیست ازش بگیری، یعنی تجاوز کنی بهش. خب اینا هیچ کس دوست نداره خب بهش تجاوز بشه. خب اینکه خب یه مشخصه. من چون خیلی منتظر هستم بعدم سود برم، من سریع به شما فلسفه‌مو، یعنی فلسفه روش مثلا اصول اخلاقی ما، من به شما میگم، شما بگین خوبه یا نه. خب ببین، من نظرم اینه که ما امیال خودمون برامون از اینکه طبیعت هدفش چی بوده مهمتره. خب ما اصول اخلاقیمون بر اساس ارضای امیال. خب حالا ارضای امیال بعضی فکر میکنن یعنی چی؟ یعنی مثلا فقط بری سکس و غذا و این چیزا، در صورتی که نه، امیال خیلی بیشتر از این هست. خب امیال درسته، امیال کاری جنسی هست، غذا هست. یه کوچیک فقط بگم، یه کاش یه برنامه راجع به امیال هم بذاری، چون این امیال هم خیلی بزن. یعنی واقعا خیلی بحث گسترده باشه، ولی بذار من شما بعد این حرف بفرمایید. باشه، ولی من خیلی منتظرم، منم باید زود برم. ببین امیال به غیر از چیزایی که مثلا بعد خیلی فهم می‌کنن که سطحیه، البته اینا سطحی نیست، ولی خیلی فهم می‌کنن سطحیه، ما امیال به عشق، میل به عشق داریم، میل به دوست داریم، میل به مهربونی داریم، میل به این داریم که یه کسی به ما مهربونی بکنه، میل به این داریم که بله، میل به مطرح بودن، میل به مفید بودن داریم. اینا همشون امیال ما هستن. خب خیلی امیال داریم که میل به این داریم که به یک طرف، به یک هدف خیلی بزرگی در حرکت باشیم. اینا همشون امیال هستن. خب این، من اگه میگم ما هدفمون ارضای امیاله، ارضای امیال خیلی چیزای خیلی پیچیده و خیلی قشنگ هم هست. فقط من نمیگم چیزای امیال جنسی اونقدرم، اونا هم خیلی قشنگه ولی هم خیلی دوست ندارن. خب یکی این چیزی که ببینیم ما مثلا و یه چیزی که ما خیلی علاقه داریم به عنوان یک انسان یک حیوان سوشال هست. خب یعنی مثل حیوان‌های سوشال دیگه، یکی از بزرگترین منبع ارضای امیال ما دیدن خوشحالی و باعث بودن خوشحالی تو بقیه انسان‌ها هستن. خب یعنی این یک منبع. خب یعنی وقتی ما میگیم ارضای امیال، مثلا بعضی‌ها فکر می‌کنن این باعث میشه که مثلا ما فقط به فکر خودمون باشیم. نه، اتفاقا ما برای اینکه به فکر خودمون، برای اینکه خوشحالی خودمون رو ببریم بالا، باید یه کاری، یه مفید باشیم و ببینیم که ما برای بقیه خوشحالی آوردیم. این خودش ارضای امیاله و این باعث میشه که نشون بدیم که ارضای امیال فقط معنیش نیست که ما فقط به فکر خودمون باشیم، به فکر بقیه. اگه هر کی این کارو بکنه، همه دارن این کارو میکنن دیگه. حرف شما درسته کاملا. اگه هر کی این کارو بکنه، همه دارن این کارو میکنن دیگه. یعنی همه دارن دیگه خوشحال میکنن. آره دقیقاً. ولی خب و یه چیز دیگه هم بگم، این ویجیتریانیسم، ببین ما به عنوان یک انسان تشخیص، من اینو کاملا درک میکنم، من خودم ویجیتریان نیستم ولی منطقشو میفهمم. ما به عنوان یک انسان حتی از این بالاتر رفتیم که فقط به فکر زجر و خوشحالی توی انسان‌های دیگه باشیم. ما تشخیص دادیم که سگ، خوک، اسب، اینا هم زجر میکشن و خوشحالی میتونن داشته باشن و ما
یکی از امیالمون اینه که زجر رو توی حیوانات هم کم بکنیم و ببینیم ما وقتی یک گربه تشنه رو یه دفعه بهش آب میدیم و میبینیم که مثلا این تشنگیش داره میره، این به ما خوشحالی میده که ما داریم مثلا بهش آب داریم میدیم. یعنی اینم جزء اخلاقه. گیاه ما نمیتونیم، همچین ما هیچ وقت نمیتونیم میل داشته باشیم که خوشحالی تو گیاه ببینیم، برای اینکه به طور درست تشخیص دادیم گیاه نمیتونه خوشحال بشه، گیاه نمیتونه زجر بکشه، یه گربه میتونه زجر بکشه، یه گربه میتونه خوشحال بشه، ناراحت بشه. ما کاملا به درست تشخیص دادیم که اینا با هم فرق دارن. من نمیدونم شما چجوری میگین که حالا اگر مثلا یه علم به یه جایی برسه که مثلا تشخیص بدن که تمام منابع غذایی که ما مثلا مصرف میکنیم چیزن زجر میکشن وقتی ما اونا رو مصرف میکنیم، یا مثلا از حیات ساقطشون میکنیم اونا زجر میکشن، بعد اون وقت ما باید گشنه بمونیم که چون اخلاق ما داریم؟ کسی نگفت ما باید گشنه بمونیم. من با اینکه میدونم قبول دارم که باید زجر حیوانا رو کم کنیم، من خودم ویجیتریان نیستم، من روشای دیگه، من فقط میگم اینا کاملا با هم فرق داره. این حرفی هم که شما داری میزنید تقریبا غیر ممکنه. هیچ وقت ما بله اگر به طور غیر ممکن، یعنی به فرض محال به یه جا رسیدیم که دیدیم که گیاهان میتونن زجر بکشن، اون موقع نمیگم که ما نباید گیاه بخوریم، ولی باید هدفمون من نظر من این باید باشه که زجر گیاهان رو کم بکنیم، که اصلا این حرف نظر من مسخره است، همچین چیزی امکان نداره. ولی خب منم اگه میگم زجر حیوانات برام مهمه، تنها راه حلش این نیست که مثلا ما، من نظرم این نیست که ما حیوان نخوریم، من فقط برای این، ولی زجر حیوان ها برامون مهم بودن برای من مطرحه. خب و زجر حیوان ها مطرح بودن برای من قابل درکه، زجر گیاه ها برای من مطرح بودن قابل درک نیست. این کاملا بی خوده. خب نگفتم یعنی، که چون یعنی نگفتم نمیگم که چون نمیگم چون حیوان ها این که ما برای مهمه که زجرشون کمتر بشه، فقط نتیجهش اینه که ما گیاه خوار باشیم. بگو. من الان صحبت شما اینو متوجه شدم که شما میگین زجره فقط مهمه، یعنی که حیاتش، یعنی به جای اینکه مثلا 14 آره؟ سال باشه 11 سال باشه زیاد مهم نیست. یعنی پس موقعی که میخوان حیوانو بکشن بیهستش کنن که زجر نکشه، یا بیهوشش کنن بعد بکشن، اون وقت ایراد نداره. نظر شما اینه؟ یعنی آره، به نظر من بستگی به نوع حیوانش داره. خب برای من این که حیوان زجر نکشه مهمتره، برای من اینکه این حیوانا خودآگاه نیستن، برای من اگه این به خاطر مهربونی تو احتمال میگم خیلی مهربونی واقعا. مرسی. نه ببین من حتی معتقدم که ولی مهربون نیستم، ولی این مثل شما فکر میکنم. ببین من فکر میکنم حتی باید جرم باشه که یک مثلا یک بچه گاو از مادرش جدا کردن، خب برای مادر زجر داره. خب یعنی من میگم حیوانا رو باید بدون زجر کش، خب و یه زندگی خوبی هم داد قبل از اینکه کشتشون و یه جوری هم کشته بشه. سیتیزن زد یه کامنت جالب گذاشته، خیلی جالبه، اونو نگاه کن، گیاهان گوشخوار چی. خیلی گیاهان گوشخوار، گیاهان گوشخوار هم سیستم عصبی نداره، سیستم عصبی نداره. ادامه حیات، من جوابم از شما گرفتم، شما میگه ادامه حیاتش یعنی تو کمیت حیاتش من زجر نکشه، شما یعنی بیشتر از درد کشیدن. خب این طبیعیه که خب آره. چه اصلا درد کشیدن هر چی موجودی برای به نظرم یک انسانی که انسان باشه دردناکه براش، وقتی درد یه نفر دیگه برای منم دردناکه، شما یه نفر دشمنت هم باشه دستش لای در میمونه قلبت درد میگیره، خب این یه جور یعنی قلب نه یه جوری میشه آدم از درد کشیدن کسی. من نمیدونم اونایی که از درد کشیدن یه موجودی مثلا هیچ حسی ندارن یا لذت میبرن چه خیلی عجیبن به نظر من اونا. ولی حالا مشکل روانیه، اونا تقصیر خودشون نیست، خیلی موقعا تقصیر خودشون نیست. حالا راجع به امیال من دیگه حرفی نمیزنم. آره تمام، فقط میخوام بگم تو رو خدا راجع به امیال، تو رو خدا میگم الان مسلمانم، کیف میکنم، اشکال نداره، بگو. منم مشکل ندارم. چیزه راجع به امیال، من فقط کوتاه بگم، نمیخوام سوال بپرسم که شما جوابی بدین ها که بقیه بچه ها بیان. امیال ببینید، مثلا یه چیز، یه مثال کوچیک راجع به موسیقی بزنم. ببینید تمایل به گوش دادن موسیقی یا درک موسیقی به وسیله گوشه، به وسیله ما فکر میکنیم شنواییه، ولی اصلا فرق میکنه. یعنی شما وقتی که یک موزیسین از موسیقی لذت میبره، یک چیزهایی رو داره درک میکنه که انگار اون اندام، انگار مثلا ما یه دونه اندام مثلا. من باید برم نفر بعد. ببین خیلی دلتون میکشه، شرمنده، من باید برم سراغ نفر بعد، شرمنده. میام دوباره در برای صحبت میکنیم. آره، این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. باشه فعلا.